در این درس آموزشی درس چهارم شما میخوایم که یک کم بیشتر در قسمت سیو و سیو از کار بیشتر اجرا کنم. میخوام که سیو و سیو از مورد استفاده چشمگیری باتون کار کنم. خب در خدم اول میرم یک فرم جور میکنم. نشونم میکنم نیم و شیفت دو نقطه. خیلی خوب تایپینگ خودتان باید بلد باید باشین. فادر نیم کلاس و سبجکت نشتم میکنم و اون اگر امروی سمال لتر شروع میکنم مثلا نشتم میکنم سکول امروی اس کوچک شروع کنم سپیس بتم یعنی سپیس اضافه کنم پس خودش کپیتل میشه. در خلال میوان فایل میره محفوظ میکنم بلی سیف کلیک کنم یقین نگه صفحه سیف از می و دوستم که در خلال مای داکومنت سیف کنم پس مای داکومنت و اسمش هم میگم به نام فرم باید باشه FORM فرم. خیلی خوب بعد از اینکه بنام فرم سیو کردم حال میخوام که یک چیز نشته کنم. فرض مثال عنوانی که من فراموش کردم باید نشته میکردم. فرض مثال entrance sheet کلیک راست کنم چون اشتباه دارم entrance با ای باید نشته میکردم entrance sheet. خیلی خوب یکم اگه مرکز بیارم بولد و انلاین بیارم. خب انترنس شیت خود میسازم و حال میخوام کمی تغییراتی که فعلا وارد کردم اینا محفوظ کنم. در منوی فایل میام و سیو انتخاب میکنم. متوجه میشین که در مرتبه فعلی که من بالای سیو کلیک کردم هیچ نوع عکس العمل ام اس ورد نشان نمیده. یادتان باشه هر کاری که فعلا ما اجرا میکنیم فقط تغییرات محفوظ میشه و عین فایل که اسمش فرم است. حال در این فرم میخوام که نام نشته کنم. مثلا احمد نشته میکنم. فادر نیم خالد فرض مثال خالد و کلاس نشته میکنم فرض کلاس فیفث. سابجکت فرض مثال نشته میکنم کمپیوتر و سکول هم فرض مثال ای بی سی سکول. میخوام این رو محفوظ کنم پس بالا سیف کلیک میکنم. یادتون باشه این بار معلوماتی که نشته کنیم محفوظ میشه. مگر ما این کارا نمیخوایم. ما میخوایم که احمد با فایل جدید محفوظ شه. در یک فایل جدید پس از سیو استفاده کنین و باز هم مای داکومنتس و باز هم اسم احمد درج میکنم. و حال این بار فرض کنین که میخوام همون فرم باز کنم. پس میرم در اوپن و فرم وایت پین کنم چون همیشه کار میکنم. فرم انتخاب فرم خالی آمد و احمد جدا فایل است. متوجه میشین که اگر سیو از استفاده کنین پس همون فایل شما با کپی ناو محفوظ میشه و حال خیلی راحت میدن که از یک کپی ناو هم تشکیل بدین. این بار نشون میگیم بلال یک مرتبه دیگه هم دیده میدن خالد کلاس 7 سابجکت جیوگرافی که من نشون نمیکنم بازم من ای بی سی نشته کردم سکول و باز هم باید سیو از استفاده کنم و باز هم مای داکومنتس و باز به نام بلال. فرض کنید که این بار بخاطر بلال ما یک فرم خانه پوری کردیم. حالا متوجه میشین که دو فایل احمد و بلال داریم. باز هم میخوایم که این فایل باز کنم پس میرم در اوپن و فرم خالی خود به دست دارم. بگم این بار فرض کنید که از پیش ما یک اشتباه رخ میده به نام خالد و نشتم میگنم خان کلاس هم فیفت فرض مثال سبجکت شم انگلش و سکول هم ای بی سی واس و باز هم محفوظ میکنیم سیف. حال یک اشتباه از پیش ما رخ داد. ما فایل اولی خود را یا فایل فرم خود را به فعلا خراب کردیم. خلاصه بگویم که اشتباه از پیش ما شد و فرم رو باز کنم. حالا متوجه میشه که با خالد و خان و ففت و معلوماتی که باید در فرم خالی می بود حال نیست. خب حال یک مشکل داریم ما شما سیو از استفاده کردیم. مگر مشکل سیو از همین است که امکان داره که از پیش کاربر با جای سیو از سیو اجرا شوه و معلومات مجبور است که او را پس پاک کنه و دوباره معلومات نو و با سیو از اجرا کنه. یعنی دائم نمیتونه که شما سیو از استفاده کنید. با یک کپی دو کپی سه کپی ده کپی مگم از ذهن انسان میره که سیو کنه یا سیو از کنه. یعنی بعضا خود ما مشتبه میکنم چون من در سر سیو که کلیک کنم ببینید در فایل ناو میرم. در فایل ناو
سر سیو من کلیک میکنم، متوجه میشه که بخش سیو از باز میشه و باز هم میبینید فایل می باز هست، سیو کلیک میکنم متوجه میشه بخش سیو از باز میشه. چرا؟ به این خاطر که فایل اولین مرتبه ایش هست که محفوظ میشه، چون در اولین مرتبه سیو از اجرا میشه و فایل هم مجبور هستیم که نام برشان بده. و حال اگر در سیو من کلیک کنم متوجه میشین که پس این پسورد در صفحه اولی خود میه. چرا می؟ چون معلومات محفوظ میکنه و به صفحه اولی خود میه. خب گپ بسیار خلاصه میکنم که یادتان باشه که همیشه فایل جدید سیو از میشه و اگر خواستین کپی هم بگیرین از سیو از استفاده کنین، یعنی عین فایل بتونم برم دبل بی تریپل بی تریپل سی سیوش کنم و کار خود پیش برم، یعنی همیشه میتونین فایل نو تشکیل بدین با سیو از. خب این بود فرق بین سیو و سیو از.